سلام به مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. سرخط خبرها. پخش گزارش سه ماهه ملل متحد پیرامون افغانستان. امارت اسلامی یافته های این گزارش را دور از واقعیت های افغانستان خواند. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شده، به حقایق زمینی کشور ما تطابق ندارد. امنیت در افغانستان بهتر شده، مواد مخدر کمتر شده یا حداقل به صفر نزدیک شده. ناروشن ماندن شرکت کنندگان سومین نشست دوحه. وزارت خارجه میگوید امارت اسلامی مانند کشورهای همسایه و منطقه طرفدار تعامل سازنده با غرب است. باید از همچو فرصت ها تلاش بکنن که استفاده اعظمی بکنن. هرگاه در این نشست ها منافع ملی افغانستان مطرح بحث باشه و تقابل استخباراتی سیاسی مطرح بحث نباشه، طبعا منافع جانبین هست. آغاز آزمون دومین آزمون کنکور پسران در سال جاری خورشیدی. همزمان دختران دانش آموز از امارت اسلامی میخواهند تا همانند پسران برایشان حق آموزش داده شود. من پدیو باندې خوشحالی کو چې ټول جذب شي پونتونونه یو بهر پاتې نشي. از امارت اسلامی میخواهیم که امنی ماموریت حق تعلیم، حق تعلیم تحصیل برای دخترها را مهیا کنه و این را رفع کنه. و افزایش شمار جان باختگان در مراسم حج امسال بر اثر گرمای شدید. بیشتر جان باختگان از کشور مصر هستند. وقت شما بخیر. با آنکه کمتر از ده روز به نشست سوم دوحه مانده، هنوز روشن نیست که چه کسانی به نمایندگی از حکومت سرپرست در این نشست شرکت میکند. رئیس ریاست سوم وزارت خارجه امارات اسلامی هرچند شرکت نمایندگان امارات اسلامی را در این نشست تایید میکند، اما میگوید که روشن نیست نمایندگان امارات اسلامی در چه سطحی در این نشست شرکت خواهند کرد. پیرامون نشست سوم دوحه درباره افغانستان، رئیس ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید که هنوز روشن نیست که امارت اسلامی در چه سطحی در این نشست حضور خواهد یافت. ذاکر جلالی میافزاید که نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در دوحه قطر به رهبری معاون دبیرکل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. د افغانستان په قضایه باندې به پریکړې کېږي، نو دا بیا مهمه ده د امارت اسلامي لپاره او د نړۍ لپاره تر څو دغه معضله حل شي. این نشست دو روزه به روز 30 جون و اول جولای در شهر دوحه قطر برگزار می شود. امارت اسلامی نیز گفته بود که هیئتی از حکومت سرپرست نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی این نشست را برای افغانستان و حل مسئله آن مهم می خوانند و از امارت اسلامی می خواهند که از این فرصت استفاده کند. باید از همچو فرصت ها تلاش بکنن که استفاده اعظمی بکنن و همچو کنفرانس ها در راستای امن و پایدار و ترقی نه تنها مردم افغانستان بلکه منطقه و جهان مسمر واقع شود. هرگاه در این نشست ها منافع ملی افغانستان مطرح بحث باشه و تقابل استخباراتی سیاسی مطرح بحث نباشه، طبعا منافع جانبین هست. اگر تطبیق عمق استراتژی که منافع سیاسی در حکومت داری در افغانستان باشه، او باز تقابل هست. این در حالی است که پیش از این نیز معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در سفری به کابل و دیدار با مقام های امارت اسلامی گفته بود که در نشست سوم دوحه به مسائل مالی، بانکی، پیکار با مواد مخدر و تغییرات اقلیمی پرداخته خواهد شد، اما تا هنوز روشن نیست که در این نشست به موضوعات سیاسی و حقوق بشری نیز پرداخته خواهد شد یا خیر. دبیر کل ملل متحد گزارش سه ماهش پیرامون افغانستان را پخش کرد. در بخش مسائل امنیتی این گزارش ادعا شده که رویدادهای ضد امنیت در سه ماه پسین افزایش یافته و از آنچه که اوضاع بد حقوق بشری و اقتصادی در کشور خوانده اند نیز ابراز نگرانی کرده. اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر با رد یافته های این گزارش میگوید آنچه در این گزارش بازتاب داده شده به دور از واقعیت های افغانستان است.
ساعت پیش از برگزاری نشست شورای امنیت درباره افغانستان، دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش سه ماهه ملل متحد پیرامون اوضاع افغانستان را پخش کرد. پیشرفت‌های سیاسی، مسائل امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای، مسائل حقوق بشر، پیشرفت‌های اقتصادی، کمک‌های بشردوستانه، پیکار با مواد مخدر از بخش‌هایند که در این گزارش با آنها پرداخته شده است. در بخش امنیتی این گزارش ادعا شده که رویدادهای ضد امنیت امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. امنیت در افغانستان بهتر شده، مواد مخدر کمتر شده یا حداقل به صفر نزدیک شده. مشکلات افغانستان روز به روز بهتر شده میره، مردم افغانستان امیدوارتر شده، ولی متاسفانه گزارش ها به شکل وارونه به گوش جهانیان میرسد. در این میان امارت اسلامی افزایش رویدادهای ضد امنیت و اوضاع بد حقوق بشری در افغانستان را رد می کند. سهیل شاهین به طلوع نیوز می گوید که آنچه در این گزارش بازتاب داده شده به دور از حقیقت است. بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن در مورد وضعیت امنیتی افغانستان ابراز نگرانی شده، به حقایق زمینی کشورمان تطابق ندارد. مردم افغانستان از یک کنار کشور تا دیگر شب و روز بدون حراس و نگرانی سفر و تجارت می کنند. این حقایق زمینی هستند که ما روزانه مشاهده می نماییم. در بود اقتصادی نیز انتونیو گوتریش افزوده که اقتصاد افغانستان با فشار تورم زدایی مواجه است و در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در بخش دیگر این گزارش آمده است که حقوق و آزادی های زنان و دختران افغان از جمله دسترسی به آموزش به شدت محدود شده است. دغه ناسته کې باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي برخه باندې ډیر زیات تاکید وشي، ځکه اوسنی شرایطو کې افغانستان حکومت په سیاسي برخه کې تعامل او رسمیت پیژندنې ته ډیر زیات اړین ضرورت لري. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 2727 از دبیر کل خواسته بود که گزارش های سه ماهه از اوضاع افغانستان را به این شورا ارائه کند. نشست شورای امنیت درباره افغانستان ساعات پیش برگزار شد. رئیس اون ما در این نشست میگوید نشست دوحه انتظارات قابل توجه را ایجاد کرده. رضا اوتونبای با میافزاید که در تلاش ایجاد یک روند و میکانیزم مهم مشوره هستند. همزمان با این معاون نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت ملل متحد خواهان مشارکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه شد. رابرت وود گفت که مسئله حقوق بشر در افغانستان نباید از اولویت خارج شود، اما تا هنوز امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته. محمود خان اچکزای رئیس حزب ملی عوام پشتونخوا میگوید حکومت پاکستان اراده دارد تا پشتونهای این کشور را سرکوب کند. و هنگام سخنرانی در نشست اعتراض کنندگان جنبش چمن همچنان میگوید پاکستان کار و زندگی پشتونها و شمول چمن در این کشور را با چالش روبرو میسازد. اچکزای گفته این عملکرد پاکستان نتایج سودمندی در پی نخواهد داشت. محمود خان اچکزای رئیس حزب ملی عوامی پشتونخوا میگوید همه احزاب ملیگرا و مذهبی در پاکستان به این نتیجه رسیدند که حاکمان کنونی این کشور سیاست سرکوب پشتونها را پیش میبرد و این قشر بزرگ را از حقوق اساسی زندگیشان محروم میسازد. اچکزای در سخنرانی نشست اعتراض کنندگان جنبش چمن همچنان میگوید که این عملکرد پاکستان نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. چمن به اچکزای در نوزی بپلانی نده واز ده خبره ده پاکستان ده طول سیاسی پارتیو و سخت بلویده ده که ده چمن ده خلق سره به همین خصوص ده پشتانه و همی پارتی ده ده خبره و سخت بلویده ده که پشتانه خلق پا دیمل کی قراره تنه پریشده. محمود خان اچکزای حملات هفته های پسین نیروهای پاکستانی بر اعتراض کنندگان جنبش چمن را نیز نیکوهش کرده است. او میگوید که بعد از رفت آمد در گذرگاه سپین بولدک چمن هیچگاه ویزا و پاسپورت را نمیپذیرند. دا خپل مزیکله زمو پاسپورت لکس زمش شیدان سیویدی دا دروازه پر دا بابینا نا سور باندې مش په تذکره وبښنه تا کارت واړو. نه مو پیش در واکنش به الزام شدن ویزا و پاسپورت در گذرگاه سپین بولدک چمن باشندگان چمن دست به اعتراض زدند که تا کنون نیز ادامه دارد.
دومین دور آزمون کنکور سال 1403 خورشیدی در پایتخت برگزار شد. سرپرست اداره ملی امتحانات میگوید 15000 تن از کابل در این آزمون شرکت کرده. همزمان با این رئیس دانشگاه کابل میگوید نزدیک به 50 نصابی که تازه از سوی آموزگاران بازنگری شده نیز شامل نصاب تحصیلی سال جدید خواهند شد. اداره ملی امتحانات از عقد دومین دوره آزمون کنکور سال 1403 خورشیدی در پایتخت خبر می‌دهد و می‌افزاید این آزمون برای دو روز ادامه خواهد داشت. سرپرست این اداره می‌افزاید 15000 داوطلب از کابل در این آزمون شرکت کردند. من پدای بن خوشحالی گوچه ټول جذب شي پونتونونه یو بهر پاتې نشي یو چا پنا کمول باندې نه خوشحالی یو چا نا کمول یوازې غته تاوان نه دی بلکې دا وطن ته هم ډېر تاوان دی. همزمان رئیس دانشگاه کابل از بازنگری نزدیک به 50 نصاب آموزشی از سوی آموزگاران کشور خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که در سال روان این نصاب تطبیق خواهد شد. اسامه عزیز تأکید دارد که کار روی ایجاد دانشکده‌های تازه آغاز شده و در این میان دانشکده گردشگری نزدیک به ایجاد شدن در دانشگاه کابل است. نو پوهنځې او درامسته کېدو باندې کار پیل شوهل. د بیلګې په ډول په کابل پوهنتون کې د گردشگری صنعت یا د گرزندوی صنعت یا توریزم د دې پوهنځي د ایجاد د مراحل تقریبا نهایت تر اخري برخو ته رسیدل ده. از سوی هم برخی از شرکت کنندگان از امارت اسلامی میخواهند تا در بخش آنلاین سازی آزمون کنکور گام بردارند. برخی از آنان میافزایند که باید از دختران نیز آزمون کنکور اخذ شود. آنلاین برنامه باندې سیوس به خیره رخه په خاطر سي ډیر ځوانان دي ډیر لری لری ولایتونه راځي غواړي سي کانکور مثال لکه کانکور باندې زمينه ورکي او هغه لاسرسي نه لري سي راځي د ولایتو ته غواړي لدنه سي آنلاین وخت ډیر بخي. مو می خوهم کې خواهرای ما هم تعلیم داشته باشند که فردا در آینده ما به زنا ضرورت داریم و قسمی که ما می خواهیم که امتحان بتیم درس بخونیم اونا هم امی حق دارن و دل زیرا دارن که اونا امتحان بتن و درس بخونن. این در حال است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب ها باز ماندند و دانش آموزان که صنف دوازدهم را به اتمام رساندند نیز در انتظار عقد آزمون کنکور و راه یافتن به تحصیلات عالی هستند. همزمان با این برخی از دختران دانش آموز بار دیگر از امارت اسلامی میخواهند تا همانند پسران برایشان حق آموزش داده شود. امروز پایتخت شاهد حضور پررنگ پسران در آزمون کنکور سال روان هجری خورشیدی بود. اما اشتراک در این آزمون و رفتن به دانشگاه آرزوی مشترک هزاران دختر محروم از این آزمون نیز است. حسی را که امروز من دارم شاید حد اکثر از دخترهایی که همسن سال من هست، کسایی که شب و بیخوابی کشیدن، کسایی که با تمام سختی به یک امیدی تونستن که خب امو چالش ها را سپری بکنن و در صنف ها اشتراک بکنن به امیدی که بتونن امتحان را و ای آزمون را پشت سر بگذارن. از سوی هم برخی از دختران که از این آزمون محروم شدند از ناروشن بودن سرنوشتشان ابراز نگرانی می کنند و بار دیگر بر حضور دختران در آزمون کنکور با بازگشایی دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها تاکید می ورزند. ما از حکومت از امارت اسلامی می خواهیم که می ممنوعیت حق تعلیم تحصیل برای دختران را مهیا کنه و این را رفع کنه. همزمان با این برخی از فعالان عرصه حقوق بانوان ادامه مسدود ماندن دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها را برای دختران و زنان را سبب افزایش چالش های زندگی صد راه آنان عنوان می کنند. امروز برای دومین بار کنکور برگزار می شود بدون حضور بانوان که بلخصوص صدمه روحی زده برای تمام بانوان به سبب از اینکه بانوان نصف پیکر جامعه افغانی را تشکیل می دهند. اگر درهای مکاتب دانشگاه باز نشه ما نمیتونیم بگوییم تنها زنا فردای خوب نداره، افغانستان هم نمیتونه فردای خوب داشته باشه. این در حال است که اداره ملی امتحانات از عقد دومین دور آزمون کنکور سال 1403 خورشیدی در پایتخت خبر داده و قرار است که این آزمون برای دو روز ادامه یابد. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم. دا
دوباره خوش آمدید. وزارت انرژی و آب میگوید پروژه ساخت و ساز بند آبی باغدره ولایت کاپیسا را آغاز خواهد کرد. سخنگوی وزارت میافزاید که بند باغدره ظرفیت تولید 240 مگاوات برق و ذخیره بیش از 200 میلیون متر مکعب آب را دارست. با این حال برخی از کارشناسان میگویند که بر بنیاد برآوردهای متخصصین آلمانی ساخت و ساز بند آبی باغدره ولایت کاپیسا 500 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. وزارت انرژی و آب با طلوع نیوز می گوید که پروژه بند آب باغدره ولایت کاپیسا را در اولویت کاری خود قرار داده است. دی باغدره بند پروژه چی په کاپیسا ولایت کې موقعیت لري، دی اوبو انرژي وزارت په لومړیتوبونو کې ده. نوموړې پروژه 240 میگاواټ برېښنا تولیدوي او شاوخوا 215 میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي. همزمان با این رئیس پیشین شرکت برشنا می افزاید که بر بنیاد مطالعات متخصصان آلمانی ساخت و ساز بند باغدره 500 میلیون دلار هزینه می برد و این بند در بخش مدیریت آبهای کشور نقش بزرگی را ایفا خواهد کرد. بند باغدره اگر جور شود و پرچاویش کمی بلندتر جور شود به ارتفاع بالا، باز می تواند که کابل جدیدان بار آب آشامیدنی برسانه. او بسیار مهم است و دوم به مدیریت آبها منطقه بسیار باغدره کمک می کند، چون آب ذخیره میشه و مطابق نیاز سروبی یک سروبی دی آب برشان داده میشد. با این وجود برخی از آگاهان ساخت و ساز بندهای آبی در کشور را در رشد و توسعه زراعت و مدیریت آبهای افغانستان بسیار مهم میخوانند. 100% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و به میلیون ها هکتار زمین بدون آب باقی مانده، در صورتی که ما میریم حرکت میکنیم به طرف ایجاد بندها با چند فایده میکنیم. اولی که ما میتونیم از این بندهای کوچک و متوسط انرژی تولید بکنیم تا بتونیم نیازمندی های حداقل در مناطقی که بندها ساخته میشه حل بکنیم. از طرف دیگه آب های ما مدیریت میشه. این در حالی است که برخی از شرکت های خارجی از جمله شرکت های بزرگ چینی بر سرمایه گذاری روی ساخت و ساز بند آب باغدره ولایت کاپیسا علاقمندی نشان دادند. روسیه از ارسال 21 تن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان خبر داده. بر بنیاد گزارش ها این کمک ها شامل مواد غذایی و نیازهای اولیه است. امارات اسلامی کمک های کشورهای گوناگون به ویژه روسیه را در شرایط کنونی در افغانستان اثرگذار می خواند و از توزیع این کمک ها به گونه شفاف اطمینان می دهد. سلیمان که سرپرست نو عضو خانوادهش است میگوید که از بهر تهیه نفقه خانوادهش ناگزیر است تا از بام تا شام در کنار جاده ها کار کند. او که از چالش های اقتصادی و بیکاری رنج میبرد خواستار کمک از سوی مسئولان در امارت اسلامی و نهادهای کمک کننده است. افار هستیم فعلا در خانه دیگه جز در بار خدا هستیم این کراچیس میبرایم چهار تا سیاسر است، دو تا بچه های خورد ما است، یکیش دو دانه در انتیاری فوت کرد. انتیاری دانه چیز کراچی میوه داشتم. پارک زر نگار. از مرس کنی میخوایم که یک کاری برمان زمینه مرا برمان مسایل چرا یک شرکت یک کاری برمان مسایل چرا مون کار کنی کار کنی ساعت جمع شد. در سوی دیگر آژانس فدرال روسیه برای کشورهای مستقل مشترک المنافع از کمک بشردوستانه 21 تنی روسیه برای افغانستان خبر داده است. بر بنیاد گزارش تاس این آژانس افزوده که به لطف این پروژه برای اولین بار در 30 سال گذشته دهلیز هوایی بین دو کشور باز شد که این امکان را فراهم کرد تا افزون بر کمک رسانی به مردم افغانستان روابط دیپلماتیک میان دو کشور نیز بازسازی شود. دغه کومکونه سیده په اوسنیو شرایطو کې په دې سختو حالاتو کې هغه بېوزله کورنۍ چې هغه خوراکي توکو ته ضرورت لري هغو ته ګټور دي، خو دغه ملکونه دغو نوم ټولو نه دا خواهش ته په جای دیدې سې موږ ته خیراتونه راکړي، موږ ته باید هنر را زده کړي، موږ ته باید تخصصي او تخنیکي تګ راتګ را زده کړي. در سوی دیگر امارت اسلامی کمک های کشورهای گوناگون به ویژه روسیه را در شرایط کنونی در افغانستان اثرگذار می خواند و از توزیع این کمک ها به گونه شفاف نیز اطمینان می دهد. ما از کمک های کشور روسیه قدردانی می کنیم و یک همکاری بشری و انسانی می دانیم و بدون شک به کسایی که نیازمند است خواهد رسید. کمک روسیه در این شرایط به مردم افغانستان مهم و تاثیرگذار هست و امارت اسلامی اطمینان می‌ده که کمک ها با شفافیت و با نظارت دقیق و راهبردی در اختیار مردم عزیز و افراد مستحق و نیازمند قرار می‌گیرد.
بر بنیاد گزارش پسین برنامه جهانی خوراک، در حال حاضر بیش از 12 میلیون تن در افغانستان نمیدانند وعده بدی غذایشان از کجا میآید و مردم این کشور همچنان نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. تا لحظات دیگر برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. وزارت فواید عامه آمار می‌دهد که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های شمالی کشور 15 کیلومتر سرک، 6 پایه پل، 75 پایه پلچک و 2300 متر دیوار استنادی تخریب شده. در این گزارش ببینید. سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در کشور در کنار برجا گذاشتن خسارات هنگفت جانی و مالی به باشندگان ولایت‌های بغلان، تخار، سمنگان، بدخشان، غور، هرات و فاریاب، برخی از سرک‌ها و تأسیسات عامه را نیز ویران کرده است. وزارت فواید عامه می‌گوید که بازسازی جاده‌ها و تأسیسات عامه به بودجه و زمان نیاز دارد. وزارت فواید عامه مصروف ترمیم سرک‌ها، پل‌ها و پلچک‌ها هستند. تنها در ولایت بغلان، تخار، بدخشان و سمنگان بیش از 15 کیلومتر سرک، 75 پایه پلچک، 6 پایه پل کلان، بیش از 2300 متر دیوار استنادی و چندین واش تخریب گردیده. با این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی جاده ها را در انتقال اموال بازرگانی و فراهمسازی سهولت ها جهت عبور و مرور شهروندان کشور مهم عنوان می کنند و بر بازسازی و ساخت و ساز آن به گونه معیاری از سوی مسئولان در امارت اسلامی تاکید می ورزند. یکی از دندانه های مهم چرخ اقتصاد بحث سپلای چین یا حمل و نقل و ترانسپورتیشن است. بنابر پیمانی که به شکل معیاری ترش حمل نقل دک سرزمین بوده باشه، مستقیما بالای فرند تجاری اثر مثبت می داشته باشه. بنابر افغانستان هم تخریبات سیلاب ها باید به شکل جدی پیگیری صورت بگیره و به ایمارش هرچی عاجلتر اقدام صورت بگیره. دا چې اوس نوي ځایونه کې سیلابونه راغلي دي و هغه صحیح لارې پلونه یې له منځه وړي دي او خلکو ته ستونزې راولاړې کړي دي. په دې کې چې څومره جدي اقدامات وشي دا به د هېوادوالو په ګټه مي او همداراز د موږ د حکومت سره به مو همکاري وکړي، ځکه چې زموږ په هېوادوالو ته کومه ستونزه یا ناروغ پیدا کېږي دوی کولی شي په خپل ټاکلي وخت باندې هغه روغتونونو ته ورسوي او د خپلو ناروغانو تداوي وکړي. بر بنیاد آمارهای اخیری وزارت دولت برای رسیدګي به رویدادهای طبیعي در نتیجه سیلابهایی که در جریان ماه گذشته در 14 ولایت کشور رخ داده، 294 نفر جان باخته، 266 نفر زخمی شده، 13000 خانه به گونه قسمی و یا کامل تخریب و حدود 1000 جریب زمین زراعتی نیز ویران شده اند. ادامه خبر دستور نیوز. در روزهای عید قربان نزدیک به 50000 گردشگر داخلی از جاذبه های گوناگون کنر دیدار کرده. مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت میگویند برای استقبال گردشگران کمیته های ویژه را گماشته بودند که گردشگران بتوانند به آسانی از جاذبه های این ولایت دیدار کنند. در همین حال شمار از گردشگران داخلی زیبایی های طبیعی کنر را می ستایند و به تأمین امنیت سراسری در کشور خرسند هستند. در ری سبز دریای خروشان، کوههای پوشیده از جنگل های طبیعی، دامنه های سبز کوه ها و هوای سرد از ویژگی های ولایت کنر است که هزاران تن از شهروندان کشور به اینجا می آیند. جوانان نشسته در کنار این دره سبز در یک فضای آرام زمزمه می کنند و از زندگیشان خاطره می سازند. گردشگران می گویند به خاطر آرامش ذهن و فکرشان به کنر آمدند. ماشاءالله کنل چې څنګه له نامه نه معلومیږي کنل یو سرسبزه ده، همدغه ډول سرسبزه وه، ښې چکرې مو پکې ووهلې، ښه خوند مو ترې واخیسته. ژوند چې دی همدغه خوند دی چې چکر مو وو خو په خیر باندې، او ټول خلک راغلي دي ننګرهار نه، هم د قندار نه، پکتیا، هر یو ولایت نه خلک راغلي دي او ډېر ښایسته ځای دی. یولس نفرو باندې په شریک هم روپۍ واچولې او موټر هم راونیو کنل ته راغلو. کنل ښایسته ښایسته شماری از گردشگرانی که به کنر آمدند میگویند رفتن به ولایت های گوناگون سبب اتحاد، شناخت و همپذیری میان اقوام و باشندگان این ولایت ها می شود و روزهای عید بهترین فرصت برای گردشگری است.
دا شان خورزو کې پدیشن خوګورزو کې تګ را تک د ځوانانو دی یو بل ولایت سره مینه زیاتیږي اړیکی کوي کیږي اړیکی پیوړی کیږي د مینې او د محبت دا یو غټه نخه ده چې مثلا تاسو نن ګوري کونړ د ډیرو زیاتو سیلانانو قربه دي ځوانان راغلي دي لکه پښیورونه پښتانه تاجک کوزبک دا د افغانستان د ولسونو د اتفاق او اتحاد د سمبول یو غټه نخه ده ریاست اطلاعات و فرهنگ کنر میگوید که هزاران گردشگر از ولایت‌های گوناگون در روزهای عید از بخش‌های گوناگون این ولایت بازدید کردند که تا یک هفته شمارشان به 150,000 تن خواهد رسید. تر دې دمه کنر ته نږدې 50,000 سیلانیان راغلي دي چې د کنر درو سردرو او ښارونو خوند اخیستلی دی. گردشگرانی که به ولایت‌های کنر آمدند همچنان میگویند در صورتی که افزون بر ساخت جاده های منتهی به این مناطق سیاحتی و دور افتاده برق و دیگر سهولت ها فراهم شود شمار گردشگران داخلی افزایش می یابد و توجه گردشگران خارجی را نیز به خود جلب می کند. کمرنگ شدن بازار فروش اصل سبب نگرانی فارمداران زنبور در ولایت جوزجان شده. به گفته آنان چالش های اقتصادی شهروندان کشور یک از علت هایی است که آنان کمتر اصل خریداری کنند. اما ریاست زراعت و مالداری جوزجان از روی دست داشتن برنامه هایی به هدف رشد تولیدات داخلی و پشتیبانی از زنبورداران در این ولایت خبر می دهد. عادل شاه 35 ساله باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است. او میگوید که بعد از تامین هزینه زندگی خانواده خود به ارزش 600,000 افغانی یک فرم پرورش زنبور عسل را ایجاد کرده است. عادل شاه میگوید که به علت نبود بازار مناسب از 500 کیلو عسل گردآوری شده هنوز هم موفق به فروش 10 کیلو این فراورده نشده است. ما 500 کیلو عسل گرفتیم تا بالا 10 کیلو عسل سودا نکردیم. یکی عسل خارجی که میآید دا بازار ما کیلو 100-200 میگو اصلای ما را خراب کرد. هیچ ما بازار نداریم. برخی از باشندگان جوزجان میگویند که اصل تولید شده در داخل کشور نسبت به اصلهای وارداتی ارزان و با کیفیت است و باید شهروندان کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند. اصل وطنی ما شما با کیفیت تر از اصلی است که مثلا از کشورهای خارج وارد افغانستان میگردد. ما باید از اصل وطنی باید استفاده بکنیم، هم از لحاظ کیفیت هم از لحاظ قیمت بر ما بهترتر خواهد بود. اصل وطنی نسبت به اصلایی که از خارج از کشور می بهترتر می باشد و سبب افزایش اقتصاد کشور عمومی شود. در همین حال ریاست زراعت و مالداری جوزجان از روی دست داشتن برنامه ها به هدف رشد تولیدات داخلی و پشتیبانی از زنبورداران در این ولایت اطمینان می دهد. کسایی که در اینجا با فرم زنبور اثر را ایجاد می کنند ما از نگاه فنی و مسلکی با آنها همکار هستیم و از نگاه مالی هم نیز از طریق وزارت زراعت و ریاست زراعت همکاری های خود را می داشته باشیم. بر بنیاد معلومات مسئولان ریاست زراعت و مالداری جوزجان هم اکنون 3 فرم زنبور عسل در این ولایت فعالیت می کنند. شماری از باشندگان ولسوالی یمگان بدخشان میگویند به علت کمبود مرکزهای درمانی و خرابی جاده ها مرگ و میر مادران در این ولسوالی افزایش یافته. به گفته این باشندگان کمبود امکانات بهداشتی سبب شده تا همه ساله دست کم 5 زن هنگام ولادت در هر روستا جانهای خود را از دست دهند. اما مسئولان محلی بدخشان از رسیدگی به چالش های بهداشتی باشندگان ولسوالی های دوردست این ولایت اطمینان میدهند. فضل حق نیازی باشنده ولسوالی یمگان بدخشان است که خانه ساعتها را با مرکز این ولسوالی فاصله دارد. او میگوید که به علت دسترسی نداشتن به مرکزهای بهداشتی یک بانو از بستگانش هنگام ولادت جان باخته است. خانم برادرم میشد و به حساب اما ما در یک خانه زندگی میکرد اونو بچه جمله خشم نمی کسی که در یوبر از قطی ما بود. اینا او را ما خواستیم به او را آورد این بچه آمد. ما این را در کمپل چیز کردیم ما تو خونالو دوازیم در جا تحصیل کرد دکتر. دکتر اما نتانیست که یک سیلون هم کم ای کم امین ترک نه که مقدار یک مشیرات کم رفع دفع شود. فقط در مسیر را در امین نزدیک های چیز رفت نگی جانب حق تحصیل کرد. شماری دیگری از باشندگان ولسوالی یمگان میگویند که به علت خرابی راه های ارتباطی کمبود مرکزهای درمانی و پزشک
هم سالت در برخی از روستاهای این ولسوالی دست کم 5 زن هنگام ولادت جانهای خود را از دست می دهند. تقریبا اگم 5 نفر و 6 نفر ایم قریه خود ما جان باخته در حساب ولادت. یک تشمشیره خود ما ده. چندین بار مریض ولادی ما از جا انتقال دادیم با جرم با رک فیض آباد در مسیر را که رفتیم مریض ما تلف شد. یک تاش تو آوی جخان میگن از آوی جخان داشت سنجلی اونجا رفتیم یک سیاسر مریض ولادی داشتیم که خون زیاد زایا کرد دموجا فوت کرد. مسئول مرکز بهداشتی ولسوالی یمگان بدخشان میگوید که جمعیت این ولسوالی نزدیک به 50,000 تن تخمین زده شده و تنها 4 مرکز درمانی فعال در این ولسوالی وجود دارد که پاسخگوی نیازمندی های باشندگان آن نیست. ما تقریبا ولسوالی یمگان نفوسش و تعداد نزدیک به 50,000 نفوس میرسه، اما کلینیکایی که ما داریم در حد سبسنتر داریم و بیچسی. باید در ولسوالی یمگان یک کلینیکی باشه که جای بستر باشد، سیستی باشه یا دیج باشه. وزیر صاحب صحت عامه در ولایت بدخشان تشریف آوردن، تماما موضوعات ها و کمبودهای اینمی دارو کلینیک ها و مواد بخش صحیه را ما بخششان گفتیم، آنها نوت کردن و بعضی کمکایشان شده، امید است که دیگه کمکایشان هم برسه. این در حالی است که پیش از این باشندگان دیگر بخش‌های دوردست بدخشان نیز خواهان رسیدگی به چالش‌های بهداشتیشان از سوی مسئولان در حکومت سرپرست شده بودند. شماری از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندوز که در امتداد دریای امو زندگی میکنند خواهان عملی سازی پروژه تحکیمات سواحل این دریا هستند. باشندگان جزیره توری در این ولسوالی میگویند در پی طغیان آب دریای امو در سالهای پسین بیشتر زمین های کشاورزی، باغ و خانه هایشان تخریب شده، اما ریاست تحکیمات سواحل دریای امو از عملی سازی پروژه تحکیم سواحل دریا آمو در مناطق آسیب پذیر اطمینان می‌دهد. طغیان آب دریای آمو در سالهای پسین به بیشتر خانه‌های رایشی، زمین‌های کشاورزی و باغ‌های باشندگان جزیره تورپی در ولسوالی امام صاحب کندوز که در امتداد سواحل دریای آمو زندگی می‌کنند آسیب جدی رسانده است. این باشندگان از مسئولان در حکومت سرپرست می‌خواهند تا کار تحکیمات سواحل دریای آمو را در این منطقه نیز روی دست گیرد. این سرک را خراب کرده رفت رسته این آمی دیر است. خواه این خانه مردم خراب کرده رفت رسته سرک خراب است. او بر قشلاق خراب کرده است. اینجا جنگل ترفی است. بخاطر امی امارت اسلامی ما مردم خواهش میکنم امنه را جور کرده بتا. مردم بیخی در بدر است. انشالله از امارت اسلامی خواهش مند استیم. امنه را جور کنه و امید تو. بر ما مردم کمک شود. این نفوسی که در منطقه جنگل نشسته است، مسلمان ها که از سالانه یا مخیزی می شود یا زمین های از اینها برای اینها را به دیوال سازی و چیز نمی مانند و خاص ما از امارت اسلامی همی است که در این منطقه دیوال ساخته شود. خانه نه دیگه از همین در میدان مانده که شیشتیم. گذران ما مردم بسیار همین جای ما هم نداریم علی. از جایی شروع شد و یک آدم آباتی جور کنه یک زندگی کنه که این زمینه خوب بای نو مانده. ریاست تحکیمات سواحل دریای امو میگوید که کار تحکیمات این دریا در بخش های گوناگون در چندین ولایت شمال کشور جریان دارد و از عملی سازی این پروژه در مناطق آسیب پذیر نیز اطمینان میدهد. تخار کې غلا ولسوالۍ کې کاری اساسی روان دی، دغه شان د بدخشان کې روان دی، دغه شان د په برزنګي منطقه کې کار روان دی. چې کله د وزارت د خوا نه منظور شلو انشاءالله دغه منطقو کې به هم موږ کار اساسی کو کار شروع کوو. دریای امو که از کوههای پامیر بدخشان سرچشمه میگیرد 2400 کیلومتر درازی دارد و در حدود 1200 کیلومتر آن مرز میان افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را تعیین کرده است. برنامه مشاعره سالانه به نام نشتر در ولسوالی آریوب زازه ولایت پکتیا را اندازی شد. در این برنامه شمار زیادی از شاعران و علاقمندان شعر و ادب از ولایت های گوناگون شرکت کرده بودند. معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه میگوید مردم حق دارند تا این گونه گرد همایی های ادبی و تفریحی را راه اندازی نموده تا شاعران حقایق را با زبان شعر بیان کنند. این برنامه مشاعره به نام نختر که پس از چاشت روز پنجشنبه در طبیعت زیبای سپین شگه ولسوالی آریوب زازه پکتیا آغاز شده بود تا ناوقت های شب ادامه پیدا کرد.
در این برنامه شمار زیادی از شاعران و علاقمندان شعر و ادب از ولایت‌های گوناگون شرکت کرده بودند. معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در این برنامه میگوید که مردم حق دارند تا این گونه گردهمایی‌های ادبی و تفریحی را راه اندازی نموده تا شاعران حقایق را با زبان شعر بیان کنند. بعد دوی مجلس ته باید مکتبوی هغه څه چې دوی په زړونو کې دي، دوی په ذهن کې دي، هغه موږ ورته اشته باید وایو. دغه رنګه د موږ ورته چې ولس حق لري چې دغه سي تفریحي ادبي مجالس دوی لپاره موږ ورته چې دایر. شاعران در این برنامه مشاعره در مورد آبادی کشور و وحدت میان شهروندان کشور نیز اشعارشان را به خوانش گرفتند. زیب حرام و پیسو هشت شیطانان هم ولی ملا بسم الله در انصاف عبادت باد وڑایده. بخبل مذهب دستور لباس و رواجون و شی پام چی در پردوی شمار کشمیر او بیدرک نشون. شرکت کنندگان این برنامه مشاعره از راه اندازی این گونه برنامه ها که در آغوش سبز طبیعت راه اندازی شده است خرسند هستند. من الحمدلله هغه مشاعره د نختر لاندې کیږي او په هغه ځای کې کیږي چې د نختر مشاعره به په خو دې په نوم کېده. خلک دې راځي هر څو ګډون پکې کولای شي، صدقه کولای شي، تفریح ځای ده هم تفریح او هم مشاعره کې ګډون وکړي. در همین حال یک نمایشگاه هفت روزه آثار هنری و کتاب از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در منطقه سپین شگه برای گردشگران برگزار شد. نسخه کمری که داده شده هیواد طول ولایتونو تا داما کتاب خانی ترسان به هیچی همکاری بندی. نو طول کتاب وقتم که مطالعه دا پارم خیمی و در وجودی کو دستو دا زوانان دا کتاب سر بلد کو او دا پلور دا پاره دا نشرانو تا هم یو بازار فیدا کو. برنامه مشاعره نختر همه ساله در شهر گردیز مرکز پکتیا راه اندازی می شد، اما پس از تأمین امنیت سراسری در کشور این برنامه برای بار نخست در دامنه کوه سپینغر در ولسوالی آریوب زازای ولایت پکتیا برگزار شد. شماری از جوانان و دانش آموختگان در بامیان خواستار روی دست گرفتن برنامه ها به هدف رشد فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در این ولایت هستند. این جوانان میگویند آنان به کتابخانه های بیشتر مکان مناسب برای مطالعه و دسترسی به کتاب های جدید نیاز دارند، اما ریاست اطلاعات فرهنگ بامیان از تلاش ها به هدف بلند بردن کیفیت و کمیت کتابخانه عامه در این ولایت اطمینان میدهد. در ماه‌های پسین علاقمندی جوانان به کتابخوانی و مطالعه در بخش‌های گوناگون کشور افزایش یافته است. به تازگی شماری از جوانان و دانش آموختگان در بامیان از کمبود کتابخانه، مکان مناسب برای مطالعه و دسترسی نداشتن به کتاب‌های جدید ابراز نگرانی کرده و از مسئولان در حکومت سرپرست می‌خواهند تا به هدف رشد فرهنگ مطالعه و فراهم ساختن سهولت‌ها در این باره گام‌های عملی بردارند. مسابقات کتابخوانی برگزار شود و فقدان کتابخانه یا نبود کتابخانه هم باعث میشه که جوان ها از مطالعه دور شوند. بخاطر که فرهنگ کتابخانه در جامعه از ما بیشتر گسترش پیدا کرده، ما نیاز به مکان داریم، نیاز به امکانات داریم و همچنان نیاز به دسترسی آسان به انواع و اقسام کتاب ها و مکانش داریم. فرهنگ عدم مطالعه یا کم مطالعه کردن برای یک جامعه بسیار زیان آور و به اصطلاح زیان بخش تمام میشه. رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان در حالی که از افزایش میزان علاقمندی جوانان به مطالعه در این ولایت سخن میزند، از تلاش ها به هدف بلند بردن کمیت و کیفیت کتابخانه عامه در این ولایت نیز اطمینان میدهد. یک دیتابیس جور کردیم، کدام کتاب هایی که نداریم از مرکز خواستیم، کدام کتاب هایی که نداریم از معارف خواستیم، تلاش بکنیم که این کتابخانه عامه یعنی حکومتی کدام کتابخانه که است اونا را غنی بسازیم و همراه کتابخانه خصوصی ما همکاری بکنیم. کتابخانه عامه بامیان در حدود 12000 جلد کتاب می باشد و در بخش های گوناگون کتاب داریم. ما در بخش های علوم دینی، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، جغرافیه. این در حالی است که بر اساس معلومات به شمول کتابخانه عامه و کتابخانه دانشگاه بامیان 7 کتابخانه خصوصی نیز در مرکز این ولایت فعالیت دارند. سپاسگزار همراهیتان هستیم. اینجا رسیدیم به پایان خبر در شب.